سرخط خبرها. کنفرانس بین المللی آمریکا با تمرکز بر مقابله با ایران. وزیر خارجه آمریکا میگوید این نشست ماه آینده در لهستان برگزار شود. همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه از آمادگی عملیات علیه نظامیان کرد در سوریه خبر داد. ثبت سند مالکیت برای خانه‌های غیرقانونی در کابل. 70% خانه‌ها سند رسمی ندارند. و اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی دیگر از چهره‌های سرشناس آمریکایی. لیدی گاگا هم به جمع محکوم کنندگان آرکلی پیوست. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته در حدود یک ماه دیگر در روزهای 24 و 25 بهمن نشستی بین المللی برای مقابله با ایران و در حمایت از صلح و امنیت در خاورمیانه برگزار خواهد کرد. آقای پومپئو گفته این نشست در لهستان برگزار می شود. آقای پومپئو فعلا در سفری 8 روزه به کشورهای خاورمیانه رفته. خبرنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بیشتر بمون از جزئیات این صحبت ها بگو بهمن. آقای پومپئو صحبت از این کرده که این کنفرانس رو کشورهای مختلفی در شرکت خواهند کرد، از آفریقا، از آسیا، از اروپا و همچنین خاورمیانه به تبع، و تاکیدش این است که این کنفرانس هدفش نشست این است که با نقش ایران در منطقه، نقش و نفوذ ایران در منطقه مقابله بشه و در موضوع اصلی این کنفرانس و نشست مسئله ایران گوین که اضافه کرده که صلح و امنیت خاورمیانه هم در واقع محور اون خواهد بود، ولی به نظر میاد که بخشی از این فشارهایی است که دارن به ایران میارن، از جمله خود همین سفری که آقای پومپئو درش در هست الان و در جریانه که میدونیم سخنرانیش در مصر و در قاهره و بعد هم به عربستان میره، همه اینها بخشی از اون فشار هست. در سخنرانی قاهره هم تاکیدش به ایران زیاد بود. به نظر میاد یه مقداری اگر تاخیر افتاده بود در زمانی که بحث آقای خاشقجی بالا گرفته بود و وزارت خارجه آمریکا توجهش و یه مقداری تمرکزش از مسئله ایران فاصله گرفته بود، حالا برگشتن به همون بحثی که بوده قبل از اون ماجرا و اونم افزایش فشار به ایران هست و آوردن کشورهای مختلف. نگفته است که در چه سطحی، در سطح وزیر خارجه یا در کدوم سطح کشورهایی که مختلفی قرار شرکت کنند میان در این نشست و در ضمن کدوم کشورهای اروپایی، چون مسئله اصلی همینه، و کدوم کشورهای آسیایی شرکت میکنند، به خصوص چون بعد ببینیم که طرفهای معامله با ایران، آیا اونهایی که از ایران نفت میخرند یا همچنان طرف قرارداد هستند با ایران در مورد مسائل تجاری دیگه، اونها شرکت میکنند یا نه. اینها رو هنوز آقای پومپئو در موردش حرف نزده از وزارت خارجه امروز، بعد بپرسیم ببینیم که چه جوابی میدن در مورد جزئیاتش، ولی به هر حال این خبر مهمی است از این جهت که آقای پومپئو داره میگه که یک چنین تلاشی به نتیجه رسیده و قراره که چنین نشستی برگزار بشه. آیا میدونیم که چرا لهستان برای برگزاری چنین نشستی انتخاب شده؟ نگفته آقای پومپئو، ولی میشه حد زد، چون به هر حال یکی از مقاومت‌هایی که موانعی که دولت آقای ترامپ و آقای پومپئو باش مواجه شده بود در ماه‌های گذشته همین بوده است که کشورهای اروپای غربی عمدتاً مخصوصاً فرانسه و بریتانیا و آلمان در برابر سیاستشون که خروج از برجام بوده و بازگرداندن تحریم‌ها مقاومت نشون می‌دادن تا یه حدی، و تمرکز دولت آقای ترامپ و شخص آقای پومپئو بر کشورهای اروپای شرقی بوده. حتی یک بار صریحا گفت که اروپا فقط این سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه نیست. در نتیجه به نظر میاد یک نتیجه اون تمرکز هست که برن سراغ کشورهای اروپای شرقی، از اونا بخوان که هم در داخل اتحادیه اروپا برای فشار به ایران نقش بازی بکنن، همین که حالا با آمریکا همراهی بیشتری بکنن مثلا برای این برگزاری چنین نشستی. به نظر میاد اونجا هم از این جهتش بیشتر میزبانیش ممکن بوده، همین که کشورهای اروپای شرقی شاید در مورد مسائل استراتژیک دیگه الان با واشنگتن بیشتر همراهی داشته باشن تا اروپای غربی که اختلافات زیادی بر سر ناتو و ایران و مسائل دیگه دارند. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک.
ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا از آغاز خروج نیروهای خود از سوریه خبر داده. این ائتلاف جزئیات بیشتری در مورد خروج 2000 سرباز خود از سوریه ارائه نکرده. کمتر از یک ماه پیش دونالد ترامپ گفت آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج می‌کند. در همین حال خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در دیدار با سربازان ارتش این کشور در مرز سوریه گفته ترکیه به سرعت برای مقابله با کردها در منبج و شرق رودخانه فرات آماده می‌شود. برای صحبت بیشتر در این باره عباس ولی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول از همین شهر با ما هستند. آقای ولی، موضع ترکیه در قبال این تصمیم‌های تازه آمریکا برای خروج سربازانش از سوریه چیه؟ به نظر میاد که ترکیه هنوز مردد هستش، برای اینکه مثل دیگر بازیگرانی که در صحنه سیاسی و نظامی سوریه هستند دقیقاً مطمئن نیست که این اقدامات آمریکا به کجا خواهد کشید و تا چه حد حتی میتونه صحت داشته باشه. مثلا امروز این همین سوال را از خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پرسیدن. ایشون گفتن ما در مورد اقدام آمریکا برای خروج بسیار مشکوک هستیم و دلیلش هم این هستش که ما استراتژی مشخصی از آمریکا نمی‌بینیم و نمی‌دونیم که آیا این بخشی از یک استراتژی مشخص هستش یا اقدامی هست فقط از جابجایی نیروها. بنابراین ترکیه که قبلا یک بار با استقبال بسیار زیاد، یعنی استقبال بسیار قوی و بزرگی از اقدام آقای ترامپ کرد، بعد نتیجه اون تشتتی بسیار شدید در سیاست خارجی آمریکا بود، به اینکه وزیر دفاع استعفا داد، بعد مسئول امنیت ملی آمریکا آقای بولتون یک حرفی زد، بعد آقای پومپیو یک حرف دیگه ای زد. اینا به نظر من در شرایط فعلی عملا نمیخوان به جز یک نوع به اصطلاح گفته های تبلیغاتی و رتوریکال نمیخوان حدود و یعنی مشخصا راجع به سیاست خاصی صحبت کنه. آیا یکی... با خروج آیا با خروج سربازان آمریکایی از سوریه ترکیه نگران بدتر شدن وضعیت امنیتی در مرزهای خودش هست، یا اینکه نه فضای بازتری میبینه برای مقابله با نیروهای مختلف مخصوصا کردها در داخل سوریه؟ دومی به نظر بیشتر یعنی معقول میاد. هدف ترکیه از اول از سال 2011 همیشه این بوده که از این فرصت استفاده بکنه، در درجه اول نیروهای کرد را در اونجا قل و قم بکنه و در درجه دوم اگر این امکان نداشت جلوی سلطه و استقرار اینها را در شمال سوریه بگیره. این همیشه هدف استراتژیک ترکیه بوده. ولی الان اونچه که مسلمه این خلایی که ممکنه با خروج نظامی آمریکا در اونجا ایجاد بشه، خلایی نیست که ترکیه به راحتی و مستقیما پر بکنه. به نظر من نقش کلیدی در اینجا دست آقای پوتین هستش و اینکه آقای پوتین چه نوع سازش هایی در به وجود اومدن این سازش هایی بین نیروهای کرد و همچنین حکومت آقای بشار اسد بازی میکنه و تا چه حد این سازش ها میتونه به یک یعنی به یک برنامه سیاسی نظامی مشخص در منطقه شمال سوریه تبدیل بشه. این الان این جریان بازی ها در جریان هستش، ولی من مشخصا فکر میکنم تا وقتی که آقای اردوغان شخصا آقای پوتین را نبینه و ازش یعنی این قول را نگیره که بذارن نیروهای ترکیه همچنان که در مورد افرین این همچنان اتفاق افتاد وارد شمال روسیه بشن، عملیات گسترده نظامی در شمال عملیات گسترده نظامی ترکیه در شمال سوریه احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. متشکرم. اساسی این به توافق بین روسیه و ترکیه از یک طرف و از طرف دیگه توافق بین کردها
و نیروهای و حکومت سوریه به با همکاری آقای پوتین قراره. در حقیقت در هر دو جنبه آقای پوتین نقش کلیدی بازی. ممنونم از شما عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول از همین شهر. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته دولت ایران مسئول محدودیت صدور ویزا برای ایرانیان است. آقای هوک گفته خودداری ایران از به اشتراک گذاشتن اطلاعات متقاضیان ویزا باعث محدودیت سفر آنها به آمریکا شده و رفع این محدودیت بستگی به سیاست‌های ایران دارد. دو سال قبل دولت آمریکا ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایران را برای مدتی متوقف کرد. محمد علی آل هاشم نماینده رهبر ایران در استان آذربایجان شرقی گفته خروج از پیامرسان تلگرام زمینه را برای به گفته او ورود دشمن باز کرده. آقای آل هاشم گفته خارج شدن نیروهای ارزشی از تلگرام باعث شده تا صحنه به دشمن واگذار شود. حدود 9 ماه قبل قوه قضاییه دستور داد شبکه پیامرسان تلگرام در ایران مسدود شود که برخی از مقام‌های ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای از آن خارج شدند. مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن بعد از حمله حوثی‌ها به یک پادگان نگران از خشونت‌ها دوباره بالا بگیرد. دیروز 6 سرباز ارتش در حمله پهپادی حوثی‌ها کشته شدند. مارتین گریفیتس طرف‌های درگیر را به خویشتنداری فراخوانده و از آنها خواسته برای حفاظت از روند مثبت مذاکرات سوئد و از سرگیری صلح شرایط لازم را ایجاد کنند. یک مقام ارشد امنیتی افغانستان گفته بیش از 1500 متهم به جرایم جنایی در کابل شناسایی شدند و 20 نفر از آن از افراد پرنفوذ دولتی و غیر دولتی از آنها حمایت می‌کنند. این مقام امنیتی که خواسته نامی از آن برده نشود گفته این مجرمان 28000 اسلحه غیرقانونی دارند و در کابل به آدمربایی، قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته مشغولند. فردا در ابوظبی تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود در جام ملت‌های آسیا با ویتنام روبرو می‌شود. ایران مسابقه اول خود را 5-0 از یمن برد. ویتنام در اولین مسابقه خود 3-2 از عراق شکست خورد. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما از استادیوم محل برگزاری بازی فردا با ماست. از آمادگی‌ها برای بازی فردا چقدر می‌دونیم پوریا؟ ناجی، قبل از اینکه راجع به آمادگی‌ها صحبت بکنیم، بذار راجع به مصاحبه مطبوعاتی ایران صحبت بکنیم که بسیار پرخبر بود. یکی از عجیب‌ترین مصاحبه‌هایی که تا به حال توش حضور داشتم. انقدر سوال در مورد وضعیت تیم خود ایران زیاد شده بود که هم کارلوس کیروش هم کسایی که توی جلسه بودن از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا از خبرنگارا خواستن که فقط در مورد بازی فردا که اینجا تو استادیوم آل نهیان بین تیم‌های ایران و ویتنام برگزار میشه سوال بکنن. خب حاشیه هم زیاده، شاید دیده باشین که در این چند روز اخیر در مورد صحبت‌هایی که بین کارلوس کیروش و تیم ملی فوتبال کولومبیا مطرح شده سوال شده از کیروش. خب روزنامه اسپانیایی مارکا، یکی از معتبرترین روزنامه‌های دنیای فوتبال، گفته که کیروش به توافق داره میرسه با مسئولین کولومبیا و بلافاصله بعد از جام ملت‌ها هدایت این تیم رو به عهده خواهد گرفت و دیگه تو ایران نمیمونه. خود کیروش گفتش که اجازه بدین که من در این مورد صحبت نکنم، نه تایید کرد نه تکذیب کرد این مسئله رو. گفت توی جام ملت‌ها توی این فاصله‌ای که داریم فعلا این دو تا بازی که پیش رو داریم برای من بی‌نهایت زمانه. درسته که مثلا نزدیک 10 روز 7-8 روز مونده تا مسابقه عراق، ولی که من فقط از الان تا اون زمان رو دارم فکر می‌کنم و بعدش اصلا به بعدش فکر نمی‌کنم که چه اتفاقی قرار بیفته. من هنوز کار خودم رو با ایران به پایان نبردم. و یک مسئله دیگه هم که مطرح شده بود در این چند روز اخیر سوال شد در مورد نلو وینگادا بود، کسی که این روزها در کنار تیم ملی دیده میشه، مربی پرتغالی که از نزدیکان کیروش هم هست. توضیحاتی در مورد وینگادا داده شد که این فرد داره با بدون اینکه هیچ پولی دریافت بکنه داره با تیم ملی همکاری میکنه. در صورت وینگادا با وجودی که نتایج خوبی رو با تیم‌های دیگه تو ایران نگرفته، قبلا توی همین شهر ابوظبی سال 96 همراه تیم عربستان سعودی قهرمان آسیا شده و شاید تجربهش بتونه مفید باشه برای همراهی کردن تیم ایران. پوریا، در مورد تیم ویتنام بهمون بیشتر بگو، در مورد این تیم چه میدونیم؟
خیلی شور و هیجان زیادی رو من میبینم از خبرنگارهای زیادی که از کشور ویتنام اومدن باهاشون صحبت میکردن، میگفتن که فوتبال هم ورزش اول کشور، هم داره کلی رشد میکنه و خیلی توسعه پیدا کرده. و خب نتایج تیم زیر 23 سال تیم که در 2014 گرفته شد بی تاثیر نبوده در این اتفاق. تیم زیر 23 سال ویتنام در سال 2014 ایران رو به رهبری همون وینگادا که گفتم تونست 4-1 شکست بده و خیلی از اون بازیکن‌ها الان اومدن در تیم ملی ویتنام قرار گرفتن. جوان‌ترین تیمی هستش که تو این تورنمنت حضور داره، میانگین سنیش یه ذره بیشتر از 23 ساله و فکر میکنن که اینجا جاییه که خودشونو بتونن در سطح اول قاره مطرح بکنن. ولی کن چیزی که احتمالاً تو مسابقه فردا میتونه تعیین کننده باشه این هست که بازیکن‌های ایران تجربه خیلی خوب بین‌المللی دارن، بعضیشون دو دوره جام جهانی شرکت کردن و این بازیکن‌های ویتنام خیلی جوان هستن که بتونن اونا رو کنترل بکنن. ممنونم از تو پوریا ژافه در ابوظبی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. مایک پومپئو میگوید آمریکا قصد دارد تا حدود یک ماه دیگر یک نشست بین‌المللی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران برگزار کند. در حالی که نیروهای آمریکایی خروج از سوریه را آغاز کردند، وزیر دفاع ترکیه گفت ارتش این کشور آماده حمله به مواضع کردها می‌شود. در ادامه برنامه، اندی ماری تنیس باز مشهور بریتانیایی گفته به زودی از تنیس حرفه‌ای خداحافظی می‌کند. دولت افغانستان توزیع سند مالکیت به خانه‌هایی را شروع کرده که غیرقانونی ساخته شدند. فقط در کابل 70% املاک سند رسمی ندارند. نداشتن سند باعث شده تا مردم از خدمات شهری بهره‌مند نشوند و در مواردی درگیر نزاع‌های ملکی باشند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. در جستجوی مشتری در سمنتخانه نوآباد کابل، اینجا سال‌هاست که مردم با ابتدایی‌ترین امکانات زندگی را پیش می‌برند. هزاران خانواده دار و ندارشان را برای ساخت و ساز سرپناه اینجا خرج کردند. اما آیا واقعا صاحب خانه هستند؟ من پشت دروازه بسیاری از خانه ها اینجا رفتم و این سوال را ازشون پرسیدم که آیا کدام قبالی دارن که ثابت بکنه این ملکیت از خودشان هست، اما هیچ کدامشان تا فعلا به من نتونستن یک سند قانونی و رسمی به خاطر ثابت کردن ملکیتشان نشان بدن. سالهاست که خانه های اینجا فقط با امضا روی یک کاغذ دست به دست می شوند. من یک سال 6 ماه پیش که آمدم این از کسی خریدم، برای من یک قواله عرفی داد با تایید وکیل گذر، و از کسی هم که خریدم او هم هیچ قواله شرعی نداشت، اون هم از کسی خریده بود. نبود خدمات شهری در هر کوچه محسوس است. 70% ساحات مسکونی کابل در چنین وضعیتی است، بی سند و بی سرنوشت. حالا دولت حل این معضل را نشانه گرفته. رنگ‌های مختلف نوع استفاده توزیع سند ملکیت به ساحات بیرون از نقشه، پایان یک سردرگمی. وقتی که مالک جایداد از ملکیت خود و مسئولیت ملکیت خود مطمئن نباشه، مطمئن نیست که امکان داره که یک کس بیاید بالای جایدادش دعوا بکنه و ایرا از خانه خود و از زمین خود که شاید از پدر پیشش باشه اخراج بکنه. همچنان نمیتونن از این سند به خاطر استفاده از خدمات دولتی، گرفتن وام‌های بانکی و دیگر خدمات استفاده بکنن. وقتی که ما طی این پروسه سند ملکیت برشان توزیع میکنیم و بعد از 5 سال که هیچ نمونه دعوایی نبود قباله شرعی توزیع میکنیم، مالک جایداد مسئول میشه. دولت قرار است به 1 میلیون خانه سند ملکیت بدهد. برنامه‌ای بلند پروازانه در کشوری که 80% جایداد ثبت نیست و غصب زمین توسط زورمندان مشکلی جدی است. با این وجود رشد بیرویه در شهرها به زودی متوقف نخواهد شد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
اندی ماری تنیسباز بریتانیایی گفته مسابقات اوپن تنیس استرالیا آخرین دور از بازی‌های او خواهد بود. او به خبرنگاران در استرالیا گفته طی 20 ماه گذشته درد زیادی داشته و یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته، اما امیدوار است بتواند در مسابقات تنیس ویمبلدون حضور داشته باشد. أظن أن هذا وارد بكل تأكيد. نعم، هذا احتمال وارد بكل تأكيد. لست متأكدا من قدرتي على اللعب لأربعة أو خمسة أشهر أخرى مع استمرار هذه الآلام. خب معذرت میخوام، حرفای آقای ماری قرار بود به فارسی ترجمه بشه، به عربی ترجمه شده بود. در بخش بعدی خبر صحبت‌های او رو خواهیم داشت. فرانسه از ایران خواسته فعالیت‌های موشک‌های بالستیک رو که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده فوراً متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته کشورش بار دیگر یادآور می‌شود که برنامه موشکی ایران مطابق با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت نیست و از تهران می‌خواهد تمامی فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک از جمله آزمایش فناوری موشک بالستیک را متوقف کند. حسن روحانی اعلام کرده بود ایران در نظر دارد 2 ماهواره را با موشک ساخت داخل به فضا بفرستد. یک مطالعه نشان می‌دهد خوردن غذاهای سبوسدار حاوی فیبر می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده مثل دیابت و سرطان را کاهش دهد. کارشناسان دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند میگویند در بین 1000 شرکت کننده در 243 آزمایش مصرف فیبر بیشتر باعث کاهش 13 مورد مرگ در مقایسه با افرادی شده که غذاهای کم فیبر مصرف میکنند. نویسنده اصلی این مطالعه گفته تحقیقات نشان میدهد مردم باید مقدار بیشتر فیبر مصرف کنند. یک خواننده معروف و تا امروز محبوب آمریکایی شهرتی منفی پیدا کرده. چند زن آرکلی را متهم کردند که آنها را آزار جنسی داده و حالا لیدی گاگا هم اعلام کرده همکاریش را با آرکلی قطع می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. سقوط یک ستاره انگار همیشه در یک چشم هم زدن است. عنوان معروف‌ترین آهنگ آرکلی این بود: فکر می‌کنم می‌تونم پرواز کنم. اما بعد از مستندی که داستان‌های زنانی را پخش کرد که گفتند هدف اذیت و آزار جنسی آرکلی قرار گرفتند، دیگر برای او پروازی در کار نبود. میخ آخر را بر تابوت محبوبیت آرکلی دخترش کوبید که روایت‌های قربانیان پدرش را تکان دهنده توصیف کرد. فرهنگ غرب در رویگردانی از بعضی رفتارهای رایج ولی آزاردهنده مردان نسبت به زنها مشغول پوست اندازی است. و در این پوست‌اندازی خیلی از چهره‌های محبوب دنیای هنر و سینما ترقی معکوس کردند. آرکلی هم به این سرنوشت دچار شده. و این موج رویگردانی امروز به لیدی گاگا هم رسید که اعلام کرد نه تنها یک محصول هنری و مشترک جدیدش را با آرکلی لغو می‌کند، بلکه یک موزیک ویدیوی دیگری را نیز که چند سال پیش با او ضبط و توزیع کرده بود از دسترس خارج می‌کند. آهنگی که لیدی گاگا گفت در دوران جوانی و ندانی با آرکلی ضبط کرد و این عنوان را برایش برگزید: هر کاری که دوست داری با بدن من بکن. او گفت امروز از انتخاب چنین عنوانی به شدت پشیمان است. سیاوش اردلان، BBC. در حالی که به نظر می‌رسد کار داعش در سوریه تمام شده، صدها نفر از اقوامشان در اردوگاه‌های شمال کشور سرگردانند. این اردوگاه‌ها را نیروهای کرد اداره می‌کنند و گفته شده حدود 1500 زن و کودک در آنها زندگی می‌کنند. فراز کیلانی از بخش عربی سرویس جهانی BBC این گزارش را از یکی از این اردوگاه‌ها فرستاده. پسرم تو رقه کشته شد. خودش و پسرش توی حمله هوایی کشته شدن. اینا بقیه بچه‌هاش هستن. اسم من لطیفه محمد المینجه. اهل شهر فس در مراکشم. در 2014 پسر لطیفه مراکش رو ترک کرد تا به داعش ملحق شود. چند ماه بعد همراه پسر ارشدش کشته شد.
همسر و 5 فرزند دیگر از او به جا مانده است. چیزی یادم نمیاد. صلاح الدین 8 سالش بود وقتی که پدرش او را به سوریه آورد. زندگی بعد از فوت پدرت چطور بود؟ زندگی خوب نبود. بعد از اینکه کشته شد، زنش به من زنگ زد و گفت که برم سوریه و بچه ها رو برگردونم مراکش که مجبور نشن تو رقه بمونن. اول رفتم ترکیه، بعد از اونجا رفتم رقه. اما داعش ما رو دستگیر کرد و گفتن اگه میخوای بری باید بچه ها رو بذاری. من گفتم نه، چون تنها دلیلی که اومدم اینجا به خاطر اوناست. بعد یه وانت پیدا کردم و همه وسایلمون رو ریختم توش. رفتیم المیادین و یک قاچاقچی انسان پیدا کردیم. قاچاقچی ما رو برد شهر الشدادی. آنها در نهایت خود را به نیروهای کرد معرفی کردند و سر از اینجا درآوردند. اردوی رج برای خانواده های داعش. من با بچه هم تو مراکش تماس گرفتم و ازشون خواستم که از مقام ها بخوان ما رو برگردونن، اما مراکش گفت تا مقام های اینجا ما رو آزاد نکنن ما نمیتونیم برگردیم خونه. مراکش مقام های کرد در سوریه را به رسمیت نمیشناسد، بنابراین هیچ راه ارتباط رسمی بین آنها وجود ندارد. لطیفه تنها یک پیام برای دولتش دارد. ما میخوایم به کشورمون برگردیم. میخوام بچه ها رو در شرایط عادی بزرگ کنم. ما مرتکب هیچ اشتباهی در مراکش نشدیم. من هیچ ارتباطی با داعش نداشتم. من فقط به خاطر بچه ها اومدم سوریه. حدود 500 زن و 1000 بچه از اقوام داعش در اردوگاه های شمال سوریه زندگی میکنند. از کشورهای مختلف. اما حتی دولت‌هایی که همراه با نیروهای کرد علیه داعش جنگیدند به شهروندانشان اجازه بازگشت به خانه را نمی‌دهند. این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.